برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا همراه ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. جناب آقای دکتر نورزاد، برای آینده وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حکومت طالبان چه چشم‌اندازی پیش بینی می‌کنید و چه راهکار داخلی و بین المللی برای احقاق حقوق کودکان و زنان و دختران افغانستان وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تحیات وافر و هدیه صالحه به حضور شما و خدمت تمام مؤسسین و کارمندان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، با توجه به وضعیت کنونی و تاریخچه حکومت طالبان، پیشبینی آینده و وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حکومت طالبان چالش برانگیز است، اما راهکارهای داخلی و بین‌المللی میتواند به احقاق حقوق کودکان، زنان و دختران این کشور کمک کند. توسعه افزایش دسترسی به آموزش برای دختران و زنان به منظوری توانمندسازی های و همچنان به منظور پیشبرد و احقاق حقوق زنان در افغانستان و به منظور تقویت نقش زنان در جامعه، تشویق زنان به شرکت فعال در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی و ارتقای نقش اجتماعی آنها در جامعه، تأمین حقوق کاری و حمایت از زنان و دختران در حوزه های مختلف اقتصادی و توانمندسازی زنان در افغانستان راهکارهای خوبی در داخل کشور شده میتواند و همچنان تحریم ها و فشارهای بین المللی برای تضمین رعایت حقوق بشر و حقوق زنان بر رژیم طالبان، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه توسعه آموزش و توانمندسازی زنان و دختران، ایجاد بورسیه ها یا اسکالرشیپ ها و فاند های تحصیلی در دانشگاه خارج از کشور، تأمین منابع مالی برای پروژه ها و برنامه های مرتبط به حقوق زنان و دختران در افغانستان، تشکیل فضایی برای مشارکت فعال مردم و نهادهای بین المللی در رعایت بخشن حمایت و کمک به زنان و دختران افغانستان از راهکارهای خوب بین المللی میتونه باشه. آینده وضعیت زنان در افغانستان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت رژیم زنستیز طالبان پشتون بستگی به عوامل متعدد دارد، از جمله تداوم تغییرات سیاسی و اجتماعی، تاثیرات فشارهای بین‌المللی و توانمندسازی جامعه مدنی در مقابله با چالش‌ها و محدودیت‌ها، و وضعیت امنیتی و سیاسی فعلی افغانستان نگران کننده است، زیرا کشور با گرفتاری های جدی از سوی نیروهای طالبان و گروه های تکفیری و تروریستی دیگر مواجه هستند. گزارشات جدید نشان میدهد که حداقل 18 شهروند افغانستان را به دلیل قومیت و دینیت خود در اتفاقات مختلف مورد ضرب و شتم قرار دادند. این وضعیت منجر به تضاد و تنش های بیشتر در جامعه شده و نیاز به راهکارهایی دارد که این اختلافات را کاهش دهند و به حل مسائل بیشتری در کشور کمک کنند. جنایات طالبان در برابر زنان غیر پشتون، به ویژه زنان شیعه و هزاره، به هدف نسل کشی و جنساید در افغانستان نه تنها ناانسانی است، بلکه به نوع آپارتاید جنسیتی و مذهبی نیز تلقی می شود. این اقدامات شامل محدودیت های سنگین برای حقوق زنان، ممنوعیت های در زمینه تحصیل، کار حضور در فضاهای عمومی، تجاوزات جنسی، خشونت های جنسیتی و سایر نقض های حقوق بشری می شود. این تحقیر و نابرابری جنسیتی و مذهبی باعث تضعیف و تخریب جامعه اجتماعی در افغانستان، نشان‌دهنده ابعاد وسیعی از ناعدالتی، ظلم و نابرابری در زمینه زنان است. ممنونم از شما. متشکرم. دکتر احمد نوزاد، کارشناس مسائل افغانستان، که از ویرجینیا همراه ما بودند.